اعتراضات مردم و ورزشکاران به جایی نمیرسه. بر همین مبنا از کلیه فدراسیون های ورزشی خواهش میکنم به مدت یک سال ایران رو محروم کنید. کمپینی برای تحریم ورزش ایران در اعتراض به اعدام نوید افکاری. مخالفانش میگویند ورزش از معدود دلایل نشاط جامعه ایران است. در 60 دقیقه امشب با یکی از ورزشکارانی صحبت میکنیم که حالا خواهان تحریم ورزش ایران است. و یک وضعی کارشناس ورزشی میپرسیم دود تحریم به چشم چه کسی میرود؟ مردم و ورزشکاران یا حکومت؟ در ادامه برنامه امشب. Now they say I'm immune. I feel so powerful. I'll walk into that audience. سرمستی دونالد ترامپ از پیروزی بر کووید 19. رئیس جمهوری آمریکا زیر تیغ انتقاد از سوء مدیریت کرونا کارزار انتخاباتیش را از سر گرفت. پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان در سایه کرونا. اقتصاد ایران امسال 5% کوچک می شود. و در گذشت همه فن حریف هنر هفتم، اکبر عالمی عکاس و مستندساز ایرانی در اثر ابتلا به کرونا چشم از جهان فرو بست. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. اعدام نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله ایرانی، هنوز برای بسیاری از ایرانیان موضوعی تازه است. از زمان رسانه‌ای شدن حکم و سپس اعدام نوید افکاری، بسیاری از ورزشکاران و فدراسیون‌های ورزشی از جمله اتحادیه جهانی کشتی این اقدام جمهوری اسلامی را محکوم کردند. از همان زمان بعضی میگفتند حکومتی که ورزشکارش را بالای دار میفرستد باید حضورش در مسابقات ورزشی بین‌المللی تحریم شود. کمپینی هم در فضای مجازی به راه افتاد به نام اتحاد برای نوید که خواهان تحریم ورزش ایران است. این کمپین تا اینجا توانسته حمایت چند ورزشکار و چهره شناخته شده از جمله شیرین عبادی، فاطمه سپهری و مسیح علی نژاد را جلب کند. مخالفان تحریم ورزش ایران اما گفتند که این کار محروم کردن ورزشکاران ایران از مهمترین فرصت‌های حرفه‌ای و محروم کردن مردم ایران از لحظه‌های شادی است. تردیدی نیست که سیاست و ورزش در ایران به شدت در هم تنیده. از اجبار ورزشکاران ایرانی برای مسابقه ندادن با رقبای اسرائیلی گرفته تا محرومیت زنان از حضور در بسیاری از اماکن و تیم‌های ورزشی. اما سوال اینجاست که تحریم ورزش ایران چقدر میتواند در تغییر رفتار جمهوری اسلامی مؤثر باشد؟ دود این کار به چشم مردم و ورزشکاران میرود یا حکومت؟ و آیا اساساً ورزش برای حکومت ایران چقدر اهمیت دارد؟ بیشتر به این موضوعات میپردازیم. اول گزارشی ببینیم از مریم افشنگ. اتحاد برای نوید نام کمپینی است در اعتراض به اعدام نوید افکاری. با همین هشتگ کاربران از جامعه جهانی و فدراسیون‌های بین‌المللی می‌خواهند تا مانع حضور جمهوری اسلامی ایران در تمامی میادین ورزشی در سراسر جهان شود. اعدام نوید افکاری، کشتیگیر 27 ساله، شوک بزرگی برای افکار عمومی در ایران بود. از همان زمان بسیاری می‌گفتند حکومتی که ورزشکارش را بالای دار می‌فرستد باید حضورش در میادین ورزشی بین‌المللی تحریم شود. حالا ویدیوهایی از چهره‌های سیاسی، حقوق بشری و همینطور ورزشی منتشر شده که خواهان تحریم ورزش ایران هستند. حکومتی که نیمی از جمعیت کشورش زنان رو از حق انتخاب ورزش دلخواهشون محروم می‌کنه، حکومتی که قهرمان کشه جاش تو دادگاه‌های بین‌المللیه یا تو ورزش‌های جهانی؟ شما بگو. دخالت سیاست در امر ورزش باعث شده که تعدادی از بهترین قهرمانان ما این کشور رو ترک کنن و با پرچم کشور دیگری به میدان بروند. از کلیه فدراسیون‌های ورزشی خواهش می‌کنم به مدت یک سال ایران رو
محروم کنید. نوید افکاری کشتیگیر شیرازی را تحت شکنجه به قتل رساند. ما ملت ایران از فدراسیون‌های بین المللی ورزش می‌خواهیم که با نگرانی به یک گفتن نگرانی اکتفا نکند و ایران را از تمام ورزش‌های جهانی محروم کند. در میان این صداها و خواسته هایی که هر روز بلندتر می شود، هستند کسانی که مخالف تحریم کل ورزش ایران هستند. می گویند این خواسته منطقی نیست و در شرایط فعلی ورزش می تواند یکی از معدود دلایل شادی و نشاط برای جامعه باشد. می گویند تحریم کل ورزش یک کشور بی انصافی در حق ورزشکاران است که سالها تلاش کردند و در ضمن میگویند معادلات و روابط فدراسیون‌های بین‌المللی با کشورها پیچیدگی‌های زیادی دارد و کاملاً جدا و متفاوت از روابط سیاسی است. اعدام نوید افکاری سوالات زیادی بر جا گذاشت که هنوز بسیاری خواهان روشن شدن آن هستند. پرونده‌ای که متهمش بارها با صدای بلند گفت بیگناه است، خواست دادگاهی عادلانه برگزار شود که رأیش بر اساس شواهد و مدارک صادر شود. دادگاهی که هیچگاه برگزار نشد و نهایت سر ورزشکار بالای دار رفت. مریم افشنگ، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره، سردار پاشایی، قهرمان کشتی جوانان جهان و مربی سابق تیم‌های ملی کشتی از ویرجینیای آمریکا با ماست. همچنین پیام یونسیپور، روزنامه نگار ورزشی و عضو تحریریه ایران وایر از وین اتریش ما پیوستند. خوش آمدید به برنامه آقایان. آقای پاشایی، با شما شروع بکنیم. علت اینکه شما خواهان تحریم ورزش ایران هستید چیه؟ با درود به شما و به پیام عزیز، در واقع باید بگم که دغدغه این کمپین این است که ما به ستم عادت نکنیم، به جنایت عادت نکنیم، به شکنجه، به اعدام عادت نکنیم، به سکوت و بی‌تفاوتی عادت نکنیم و یک واکنشی رو داشته باشیم. اگر ما فقط عادت کنیم به این مسائل و اونا رو بپذیریم، نه تنها خودمون بلکه آیندگان هم تباه خواهند شد. پرسش اینه که در تاریکی که وجود داره ما چقدر و تا کجا میخوایم ادامه بدیم؟ وظیفه هر کدوم از ماست که شمعی رو روشن کنیم و کاری رو انجام بدیم. مثل همین شمع کوچیکی که مسیح علی‌نژاد روشن کردن، مثل شمع کوچیکی که برای اعتراض به حجاب اجباری روشن کردند و به همون کمپین حجاب برگردیم. به نظر من مهمترین نکته که داشت این بود که صدای زنان ایران رو به دنیا میرسون که حجاب اجباری، اختیاری نیست و یک آینه کوچیکی میشد که بخشی از مشکلات سرزمین ما رو نشون بده. کمپین اتحاد برای نوید هم دقیقاً مثل آینه کوچیکی هست که ما به جامعه بین الملل بگیم که مردم ایران با اعدام موافق نیستن و انعکاس کوچیکی داشته باشه. آقای یونسیپور، نظر شما چیه درباره این کمپین؟ دوستی داشتم سالها قبل، زمانی که خدمت میکردم، که ایشون سرباز یکی از زندانهای تهران بزرگ بود و ایشون یکی از وظایفش این بودش که در زمان اعدام اون حکم رو اجرا بکنه و یه زمان زیر صندلی ها میزد و بعد اون احرام رو میکشید. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم که دچار چه مشکلات روحی و روانی شد به خاطر اینکه فقط حکم رو اجرا می‌کرد. من همیشه این مسئله رو گفتم که اگر ما هشتگ نعب اعدام می‌زنیم، فقط به خاطر جلوگیری از اعدام یک فرد نیست. وقتی که یک فرد اعدام میشه، ما داریم به خشونت دامن می‌زنیم، ما داریم یک خانواده رو نابود می‌کنیم و همینطور بذر نفرت رو می‌افکنیم. من همیشه در مورد تعلیق ورزش این مثال رو میزنم که تعلیق ورزش یک کشور، اعدام یک کشور. آقای پاشایی عزیز که من خودشون هم میدونم، من دوستشون دارم و ارادت دارم، میدونن که من در مورد شخص من، خانم آیدا قجر و مابروخ غلام حسین پور، در رسانه ایران وایر اولین کسانی بودیم که در مورد نوید افکاری تلاشمون رو شروع کردیم برای اینکه اعدام نشه و رسانه ایش کردیم. اما این مسئله که به سمت این بریم که ما بخوایم از این طرف ورزش رو به سمت چوبه اعدام ببریم و بخوایم این یک نسل رو بکشیم، واقعا به نظر من چندان منطقی به نظر نمیاد. آقای پاشایی، شنیدید صحبت آقای یونسیپور رو؟ بسیاری معتقدند که درسته این گفته شما که عادت نکنیم به سکوت حرف قابل درک
سبکیه برای بسیاری، اما همزمان جوانان بسیاری هستند در ایران در نقاط محروم که سالهای سال ورزش کردند، تنها فرصتشون برای دیده شدن، یافتن فرصتهای شغلی، حضور در رقابتهای بین‌المللی. تحریم ورزش ایران تحریم بسیاری از این جوانهاست که یک فرصت خیلی کوتاهی دارن از نظر حرفه‌ای برای اینکه بدرخشن. ببینید، باید اضافه کنم که من و پیام عزیز و خیلی از ورزشکارانی که شاید مخالف باشن، ما رو به روی هم نیستیم، ما در کنار هستیم، هم هستیم، بلکه از دو تا زاویه مختلف به این موضوع نگاه میکنیم. اما در مورد جوانا که شما اشاره کردید، تو گزارش قبل از مصاحبه هم وجود داشت، اشاره میکنه به اینکه این فرصت ها رو از جوانا میگیره. من باید بگم که کدوم فرصت ها؟ فرصت های ورزشکاران ما، ورزشکاران ملی ما خیلی وقتی از اونا گرفته شده و در دست عده‌ای خاص گذاشته شده. شما به فدراسیون های ما نگاه کنید، به سازمان ورزش ما نگاه کنید، تمام پست های ورزشی، اصلا شما کدوم مدالدار جهان المپیک رو میبینید؟ معدود کسانی که هستن، یعنی یک قهرمانان دروغینی زره قهرمانان واقعی رو تنشون کردن، شمشیرشون رو گرفتن و ادای قهرمانان واقعی رو در میارن تا بلکه نام نشانی برای خودشون کسب کنن. در واقع ورزش ما خیلی وقت دچار رنج، دچار بیماری هست. شما به سفرهای ورزشی ما نگاه کنید، کرامت ورزشکاران ما خیلی وقت از اونها گرفته شده، تحقیر شدن. بدترین سفرهای ورزشی شما ارزان‌ترین بلیط‌ها رو برای ورزشکاران ما میگیرن، طولانی‌ترین مسیرها اینا رو میبرن. همیشه هم یک حراست ورزشی باید باشه که مبادا جرعه الکل از نوشیدنی از نمیدونم جلوی ورزشکاری پایین بره، مبادا ورزشکاری فلان خطایی رو مرتکب بشه. و شما به ورزش زنان نگاه کنید، اگر برای من یک دلیل وجود داشته باشه که از این کمپین حمایت کنم، اون هم تبعیض در مورد ورزش زنانه. چرا ورزشکاران زن هیچ موردی صحبتی در موردشون نمیشه؟ تبعیضی که سیستماتیکی که وجود داره 40 سال از خیلی از مسابقات محروم شدن، بالاترین مسابقاتی که به اونا اعزام میشن بازی‌های نمیدونم اسلامی، کشورهای اسلامی هست، هیچ فرصت شکوفایی ندارن. چه کسی باید در مورد این تبعیض ها صحبت میکنه؟ من در مخالفت با تحلیلی که میگه این ورزش، این کمپین میتونه ورزش رو اعدام کنه، باید بگم که فاجعه تعلیق ورزش کشور ما نیست. فاجعه خیلی وقت، خیلی پیشترها اتفاق افتاده و این کمپین تنها میخواد صدایی رو به دنیا برسونه، بلکه اعدام نویدها عادی نشه. آقای یونسی پور، این کمپین معتقدند که اعدام ورزش کشور نیست. ورزشکاران ما وسیله حمل و نقل عمومی خوبی ندارن. بله، من اطلاع دارم. ورزشکاران زن ما امکانات خوبی ندارن. درسته، بعد همینا رو ما تعلیق کنیم. باید باشه عزیز، ببینید، من مسئله‌ای که دارم اینه که چرا ما نیاییم تلاش بکنیم برای اینکه سرداران سپاه مثل مهدی تاج که آمدند و غارت کردند و رفتن در مجامع بین‌المللی تعلیق و تحلیل نشن؟ چرا ما تلاش نکنیم علیرضا دبیری که در شورای شهر همه ما میدونیم بر اساس اسناد و مدارک چه فساد مالی داشته و رئیس فدراسیون کشتی تعلیق و تحلیل نشه؟ آقای یونسی پور، ممنون میشم اسم از کسی نبرید، چون حضور ندارن نمیتونن این اتهامات رو از خودشون دفاع بکنن. تشکر میکنم. چشم. کسانی که در حقیقت این، حالا بگیم، فاجعه رو به بار آوردن برای ورزش ایران، رو ما چرا به سمت تعلیق و تحریم نبریم؟ من یه مثال ساده بزنم. بشار عبدالله و بدرالحاجی، این دو نفر اسمشون برای اهالی فوتبال ایران بسیار آشنا، ستاره های فوتبال کویت بودند. الان کجا هستن؟ ستاره های فوتبال کویت کجا هستن؟ سالهای سال به خاطر اشتباه پارلمان کویت تعلیق میشه کلیت ورزشش و حتی برخی از ورزشکاراش اجازه پیدا میکنن با منت بزرگ IOC که زیر پرچم کمیته بین‌المللی المپیک وارد مسابقات المپیک بشن. نکوبید فوتبالش از بین رفت. هلند در حقیقت هندبالش که یکی از بهترین هندبال‌های جهان بود از بین رفت. آنچه که به جامون قدرت سیاستمدارانش بود. من تصور میکنم قدرت سیاستمدارانی که وارد ورزش شدن رو باید از بین ببرید، نه خود ورزش و ورزشکاران. آقای پاشایی، شنیدید صحبت آقای یونسی پور رو؟ به هر حال اتفاقی که میفته، مثالی که زدن، اینه که بسیاری از ورزشکاران زندگی حرفه‌ایشون به اتمام میرسه در پی تعلیق ورزش کشور. خب پرسش اینه، در مسیری که مردم برای آزادی دارن میپیمایند، ورزش و ورزشکاران ما آیا میخواهند گوشه ای از این بار بردارن یا نه؟ ما این ورزشکاران، من خودم جزو ورزشکاران ملی بودم، جزو مربیان تیم ملی بودم، با رنج های اون آشنا هستم.
پرسش اینه که آیا ما این حباب شیشه‌ای رو برای اینا درست کردیم، کسی به اینا دست نزنه، مبادا ترک بردارن، تکلیف اون کسانی که در خیابان جونشون رو کف دستشون میذارن چیه؟ آقای پاشایی ممکن فکر میکنم که به حال عده‌ای که در ایران هستن، ورزشکارانی که در ایران هستن، شاید این انتقاد رو به شما بکنن که شما به واسطه موفقیت‌های بین‌المللی که داشتید توانستید که به آمریکا مهاجرت بکنید، الان شغل تضمین شده دارید و در از بیرون گود دارید تمام فرصت‌های شغلی ورزشکار داخل ایران رو تحت به خطر میندازید. پاسختون به اون ورزشکارا چیه؟ البته باید من بگم، من به عنوان ورزشکار ملی وقتی قهرمان جهان شدم ممنوع الخروج شدم و به عنوان تیم مربی تیم ملی وقتی 3 سال تیممون قهرمان آسیا شد و دوم جهان شدیم ممنوع الورود شدم به خانه کشتی. من جز ورزشکاران آسیب ندیده نیستم. اتفاقا من و خیلی از ورزشکاران دیده مثل همه مردم عادی دیگه از این سیستم آسیب دیده ایم. اینجوری نیست که من الان در جای خوبی نشسته باشم و اونا رو درک نکنم. من اتفاقا خیلی با از مربیان تیم ملی با ورزشکاران داخل کشور در ارتباط هستم، برام اهمیت دارن و دوستشون دارم. اما داستان اینه که ما در مسیری که همونطور بهتون گفتم ورزش هم یک باری از کوچیک از این مسیر آزادی رو که مردم میرن برداره. یعنی نمیشه که ما ورزشکاران رو حذف کنیم فقط به خاطر اینکه اینا ورزشکار ملی هستن. بعدش هم نکته دیگه که در مورد ابزار تنها ابزار شادی و نشاط مردم صحبت میشه، برای من خنده آوره. از کدوم نشاط ما صحبت میکنیم؟ از کدوم شادی ما صحبت میکنیم؟ ما وقتی که میبینیم هم نوعانمون تا کمر در زباله‌دون‌ها خم میشن دنبال لقمه نون، ما از کدوم شادی دارم صحبت میکنیم؟ وقتی که پدیده خودکشی میان جوانها میان نوجوانان رو میبینیم، وقتی که به کولبری شلیک میشه و بعد در جیبش تنها داراییش یک دونه 5000 تومانی خونین هست، من اصلا برام خنده آور. ما از کدوم شادی و نشاط صحبت میکنیم؟ اتفاقا جمله‌مو تموم کنم. دلیلی که کیس نوید افکاری انعکاس بین‌المللی پیدا کرد به خاطر هویت ورزشی اون بود. برای همین هم هست که این کمپین به خاطر هویت ورزشی که داره میتونه اتنشن بین‌المللی رو جلب کنه و یک نور کوچکی بتابونه به تاریکی که وجود داره داخل کشور. آقای یونسی پور، چه اشکالی داره اگر که ورزشکاران هم تلاش بکنن برای اینکه نوری بتابونن به وضعیت تبعیض‌آمیز در ورزش ایران؟ در این که خب به هر حال برخی از ورزشکاران هرگز همراه نشدن با خواسته های عمومی مردم. مثلا هیچ یک از فوتبالیست های تیم ملی ایران سال گذشته حتی در یه پست مثلا فضای مجازی هم همراه نشده بودن، انتقاد بهشون وارد هست. اما ببینیم در این مورد با خودمون صادق باشیم. قهرمانی استقلال تهران در لیگ قهرمانان آسیا، اون جام باشگاهی آسیا، در حقیقت به اسم کی نوشته شد؟ به اسم جمهوری اسلامی. قهرمانی پاس تهران چطور؟ فینال شاهن ذوبان و سپاهان یا مثلا فرسودیس در فینال لیگ قهرمانان سود تیم ملی جام جهانی، آیا مردم ایران به پای جمهوری اسلامی نوشتن؟ من فکر نمی‌کنم چه اتفاقی افتاده باشه. این انتقاداتی که ما داریم نسبت به برخی از ورزشکاران وارد هست، اما من واسه خودم همیشه یه سوال وجود داره. آیا اگر امروز نوید افکاری مرحوم عزیز ما زنده بود، که خب به هر حال برای بسیاری از ما این مسئله صادق هست که ایشون بی‌گناه اعدام شد، اگر امروز زنده بود و به خاطر اعدام شدن یک ورزشکار بزرگ دیگه، حتی مثلا کاپیتان تیم ملی یکی از رشته‌های ورزشی، قرار بود ورزش ایران تعلیق بشه، آیا نوید افکاری راضی بود؟ ما باید به این مسئله هم فکر بکنیم که مردم ایران اصلا با ورزش شادمان نمیشن، هیچ اتفاقی نمیفته. اما از بین رفتن و تعلیق ورزش ایران کلیت یک اتفاق بزرگ رو به خطر میندازه، اونم ورزشیه که میتونه نسل های ما رو بسازه. آقای پاشایی چیزی میخواستید بگید؟ بله، من میخواستم بگم که مرحوم نوید ما نظرش نمیدونیم واقعا. من خودم اگه به اون ورزشکار 20 ساله بودم الان که تازه قهرمان جهان شده بود داخل کشور و میدیدم قهرمانان بزرگی در پی این هستن که صدای مردم به جامعه بین‌الملل برسونن، ازشون حمایت میکردم. شاید از کشور خارج میشدم برای جای دیگه کشتی میگرفتم. سوال برای من اینه که چند تا مادر نوید دیگه باید داغدار بشن و ما هیچ واکنشی نداشته باشیم؟ مادر فرزاد کمانگر و رامین حسین پناهی هنوز نمیدونن جنازه بچه هاشون کجاست. ما باید در مقابل کنشی که انجام میشه که جنایت هست، بعد در مقابل اون واکنش اینو داشته باشیم. به نظر من واکنش اینه که بی‌تفاوت نباشیم و ببخشید که ابزارهامون محدوده، اما این حداقل کاری هست که ما باید بکنیم. بسیار خب، آقای یونسی پور، پاسخ نهاییتون.
من فقط یک نکته خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتتون، اونم اینه که من فکر میکنم اگر بخوایم مقابله بکنیم با این اتفاق، قربانی کردن ورزشکار فکر نمیکنم اتفاق خوبی باشه. رؤسا و مدیران فدراسیون کشتی ایران مجبور کرده بودن در زمانی که داستان نوید افکاری زنده شده بود که بسیاری از جامعه کشتی ایران در داخل کشور سکوت بکنن. اینکه ورزشکاران مهاجرت بکنن به کشور دیگه برن حقشون، اشکان دژاگی هم اومد از کشور آلمان، فریدون زنگی اومد برای ایران بازی کردن، این مسئله جداگانه ایه و البته خب میبینیم مسئله اقتصادی. اما به نظر من ما باید تلاش بکنیم برای اینکه رؤسا یا مدیرانی که از سایر نهادهای نظامی، سیاسی، اقتصادی وارد برنامه ورزش شدن و چنین فاجعه ای رو دارن بهش کمک میکنن و تحریم و تعلیق بکنیم در تمام عرصه‌ها، لااقل ممنوع ورود شدن به تمام کشورهایی که میزبان رقابت‌های بین‌المللی. متشکرم از هر دوی شما. پیام یونسیپور، روزنامه‌نگار ورزشی، و سردار پاشایی، قهرمان کشتی جوانان جهان. ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از مراسم یادبود مجازی برای ناصر مرادی، پدر امیر حسین مرادی. آقای مرادی پس از آنکه فرزندش از شرکت کنندگان در اعتراضات آبان 98 به اعدام محکوم شد، خودکشی کرد. بخشی از این ویدیو رو با هم ببینید. روز 22 شهریور ما رفتیم ملاقات امیر حسین. وقتی برگشتیم از اون روز به شدت به هم ریخت، یعنی خبری که شنیدیم واقعا اون خبر و به اضافه اتفاقای دیگه‌ای که افتاد، از این که بالاخره گفتن شما ساکت نشستین، مگه چند تا بچه دارین، مگه شما غیر از امیر حسین کیو دارین که براش کار انجام بدین؟ اینا خیلی خیلی، یعنی وقتی بهش فکر میکنم واقعا این که چه کاری میتونیم انجام بدیم. همسر من خیلی تو این بلا تکلیفی، تو این فشار عصبی، تو این چند وقته اخیر خیلی به هم ریخته بود. مثلا که همیشه ما دلداری بده، وقتی من شروع کردم به گریه کردم گفت اصلا اینطوری نیست، حتما نجات پیدا میکنه، نگران نباشیم، خلاصه هستن کسایی که به ما کمک کنن. فقط میتونم به این نتیجه برسم که همسر من خودش قربانی پسرش کرد، شاید با این کارش بتونه، چون که دقیقا همون حکمی رو که به امیر حسین داده بودن اجرا کرد برای خودش. سقف زیر زمین ما خیلی کوتاه، خیلی سختی کشیده موقعی که این اتفاق براش افتاده. الان که بهش فکر میکنم همسر من واقعا حسرت بده این که بچهش کنارش باشه، از دنیا رفت. وقتی که امیر سرینده بود به روی خودش نیورده بود، ولی خب چون ما همیشه با هم میرفتیم احساس میکنم امیر حسین یه چیزایی متوجه شده بود، ولی ما بهش گفتیم که پدرم پا شکسته. بعد از اینکه امیر حسین برگشت زندان، از اونجا به ما تماس گرفت و متوجه شده بود چه اتفاقی افتاده. خیلی گریه می کرد و اصلا باورش نمی شد. هیچ کدوم هنوز هم باورمون نمی شه که این اتفاق بر پدرمون افتاده. ولی پدر من خیلی 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 عاشق فرزنداش بود. یعنی اصلا روزی نبود که این ابراز علاقه رو نکنه. یعنی تمام هم مغمش ما ستا بودیم و بیشتر هم به خاطر اینکه امیر حسین مشکل داشت، بیشتر هم به امیر حسین. و بعد از اینکه این اتفاق افتاده بود دیگه پدرم فقط فکر و ذکرش امیر حسین شده بود که فقط بتونه امیر حسین رو از اون تو یه جوری در بیاره. و در آخرم تنها راهی که به نظرش رسید بود که خودش رو فدای پسرش بکنه. خودش رو دار زد که قرار بود حکمی که برای برادر من بود خواستش اگه میتونه جونش رو بده که حداقل پسرش این اتفاق براش نیفته. بخشی از ویدیویی بود که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده از مراسم یادبود مجازی برای پدر امیر حسین مرادی از معترضان آبان که به اعدام محکوم شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بعد از یک وقفه حدوداً 2 هفته‌ای به خاطر ابتلا به کرونا سفرهای انتخاباتیش را از سر گرفته و بعد از فلوریدا امروز به پنسیلوانیا می‌رود تا برای هوادارانش سخنرانی کند. این در حالی است که 3 هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری، طبق بیشتر نظرسنجی‌ها جو بایدن نامزد حزب دموکرات
دموکرات از آقای ترامپ جلوتر است. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن گزارش می‌دهد. ورود هواپیمای رئیس جمهوری آمریکا در فلوریدا در میانه استقبال گرم هواداران مشتاق دونالد ترامپ که برای ساعت‌ها اینجا منتظر او بودند. دونالد ترامپ با این سفر مسافرت‌های خود به ایالت‌های کلیدی را پس از وقفه‌ای حدوداً دو هفته‌ای از سر گرفت. چند ساعت قبل از این سفر پزشک کاخ سفید اعلام کرده بود که چند آزمایش متوالی آقای ترامپ منفی بوده و حال او دیگر خوب شده. من دچارش شدم. حالا میگن مسئولیت دارم. حس میکنم خیلی قوی شدم. اون وسط راه میرم تک تک شما رو میبوسم. مردا رو میبوسم، زنهای زیبا رو میبوسم، همه تون رو. به همه تون یک ماچ آبدار میدم. ولی جدی این خبر خوبیه. مجبور نیستم توی زیرزمینم حبس بشم که به هر حال همچین کاری نمی‌کردم. وقتی رئیس جمهور هستی نمیتونی توی زیرزمینت قایم بشی و بگی نمیخوام با دنیا تماس داشته باشم. باید بیای بیرون و خطرم داره ولی باید بیای بیرون. سه هفته تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی است و نظرسنجی‌ها نشان دهنده پیشی گرفتن جو بایدن نامزد دموکرات‌ها از آقای ترامپ در سطح ملی است. برای همین تلاش برای کسب رأی ایالت‌های کلیدی مانند فلوریدا برای آقای ترامپ اهمیت زیادی دارد. دونالد ترامپ در سخنرانیش دستاوردهای داخلی و خارجی خود را برشمرد و درباره پیروزی آقای بایدن هشدار داد. درباره ایران هم صحبت کرد. تروریست شماره یک دنیا را کشتیم. عامل قتل عام سربازان آمریکایی و خیلی های دیگه در همه جای دنیا. قاسم سلیمانی، او هم رفته حالا. از توافق هسته‌ای فاجعه بار دولت قبلی بیرون کشیدم که اسفبار بود. پرزیدنت اوباما به ما 150 میلیارد دلار بده و ما بهت هیچی نمیدیم. 1.8 میلیارد دلار نقد به ما بده. 1.8 میلیارد دلار نقد بهشون داد. عجب توافق مزخرفی بود. ولی ما توافق رو شکستیم و بگذارید بهتون بگم احتمالاً اولین تلفنی که بعد از پیروزیمون در انتخابات به من میشه از ایران خواهد بود. دارن میمیرن که با ما توافق کنن چون تولید ناخالص ملیشون 28% پایین رفته. کسی تا حالا همچین چیزی نشنیده. این اولین تماسیه که با من خواهند گرفت. اونا نمیتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن. دونالد ترامپ امشب به پنسیلوانیا سفر میکند برای یک سخنرانی انتخاباتی دیگر. جو بایدن هم مشغول سفر به ایالت‌های کلیدی است. سه هفته مانده به انتخابات، تلاش دو نامزد تشدید شده در حالی که در بعضی از ایالت‌ها از همین حالا رأی‌گیری پستی و حضوری آغاز شده. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل و سیاست آمریکا از واشنگتن با ماست. خانم پزشک، خوش آمدید به برنامه. وقفه دو هفته‌ای که در کمپین تبلیغاتی آقای ترامپ ایجاد شد، چقدر ممکنه مؤثر باشه در نتیجه انتخابات؟ من فکر می‌کنم شاید بیشتر از این که وقفه مؤثر باشه، نحوه‌ای که آقای ترامپ ابتلای خودش به ویروس کرونا را انجام داد ممکنه مؤثر بوده باشه. یعنی به هر حال بین تمام رهبران دنیا فقط سه رهبر از کشورهای مختلف بودن که کرونا گرفتن. یکی آقای بوریس جانسون بود، بولسونارو برزیل بود و آقای ترامپ. و خب راهی که آقای ترامپ پیش گرفت بیشتر شبیه راه آقای بولسونارو بود. یعنی به جای اینکه بخواد درسی گرفته باشه، داره جوری برخورد میکنه که خیلی چیز مهمی هم نبوده و حالا میخواد برگرده. من فکر میکنم این یه مقدار از واقعیت جامعه دور هستش. یعنی کمتر امکان داره که مردم رای دهنده‌ای که به هر حال با شیوه بیمه درمانی و وضعیت بهداشت و درمان ایالات متحده آشنایی دارن و زندگیشون درگیرش هست، بتونن بپذیرن که اون امکاناتی که در اختیار رئیس جمهور ایالات متحده بوده و به خاطرش بهبود پیدا کرده و خیلی راحت تونسته برگرده به زندگی عادی، در اختیار اونها میتونه باشه. بنابراین فکر میکنم اون شیوه خیلی بیشتر تأثیر گذاشته در وضعیتی که امروز کمپین آقای ترامپ داره و در نظرسنجی ها عقب تر رفته تا اینکه دو هفته وقفه ایجاد شده بوده به اینکه بتونه به طور فعال بره و کمپین بکنه، رالی داشته باشه و ایونت های مختلفی رو برگزار کنه. خانم
پزشکی هم این نظرسنجی ها قابل اتکاست. خاطرمون هست که در انتخابات قبلی بسیار اشتباه کردن نظرسنجی ها. ببینید، دو تا نکته است. یکی اینکه در انتخابات سال 2016 نظرسنجی ها بیشتر در سطح ملی برگزار میشد و در سطح ملی اونقدر اختلافی نداشتن. مسئله تفاوت بین نظرسنجی در سطح ملی و اون ایالت های کلیدی هست که کالج رو در نهایت تعیین میکنه که چه کسی پیروز انتخاباته. یه اختلاف دیگه که امسال با سال 2016 داره دو تا اختلاف. یکی این هستش که نظرسنجی هایی که در اختیار عموم قرار میگیره، شرکت های نظرسنجی در سطح ایالتی هم خیلی بیشتر دارن نظرسنجی انجام میدن. به خاطر همین ما داده های بیشتری داریم که ببینیم در درون این ایالت های کلیدی چه اتفاقی داره میفته. مسئله دیگه این هست که اختلافی که الان بین آقای بایدن و آقای ترامپ خیلی بیشتر از اون چیزی هست که خانم هیلاری کلینتون حتی در اوجش داشت. خانم کلینتون در اوج اختلاف تقریبا 6% جلوتر بود از آقای ترامپ و معمولا اینطوری بود که 45%، 46%، به 38%، 39% بود. وقتی این اختلاف میرسه به 52%، به 42% و از اون 50% میگذره، سخت‌تره که این زمین باخته رو بشه به دست آورد. یعنی باید گشتید که کجا یه سری آدمایی هستن که میتونن بیان برن به آقای ترامپ رأی بدن. و نباید فراموش بکنیم که سال 2016 یک کاندیدای حزب سوم هم وجود داشت که خیلی بیشتر از حالت عادی رأی مردم رو گرفت. امسال اون رو نمی‌بینیم. در نظرسنجی‌های سال 2016 در این زمان هولوش 6% بودن که نمی‌دونستن و می‌گفتن به حزب سوم می‌خوان رأی بدن، به آقای جانسون. ولی امسال ما این رو نمی‌بینیم. برای همین فکر می‌کنم که حتی اگر که اشتباه در نظرسنجی‌ها به طور سیستماتیک وجود داشته باشه که احتمالش هست و دور از ذهن نیست، این روند و معدلی که ما داریم در نظرسنجی ها میبینیم چه در سطح ملی و چه در سطح ایالتی متفاوته با سال 2016. و اتفاق دیگه ای هم که میفته فرق کرده، سال 2016 آقای ترامپ خیلی با اون دغدغه های بیشتر مردم حرف میزد. یعنی در مورد مسئله مهاجرت، مسئله تجارت، حتی ایمیل های خانم کلینتون به دلیل نامحبوب بودن خانم کلینتون مورد توجه عامه جامعه بود. الان مسئله کووید و شیوهی که آقای ترامپ داره این رو پیش میبره با اون جایی که مردم هستن متفاوته و نظرسنجی نشون میده که تا زمانی که صحبت در مورد کووید باشه آقای ترامپ نمره خوبی نمیگیره، چون مردم فکر نمی کنن که این شرایط رو خوب مدیریت کرده باشه. متشکرم فرشته پزشک. در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا که 3 هفته دیگر برگزار می شود، رقابت 2 حزب اصلی فقط بر سر کنترل کاخ سفید نیست. سرنوشت تمام 435 کرسی مجلس نمایندگان و 35 کرسی مجلس سنا هم در همین روز مشخص می شود. در این بین یک کاندیدای ایرانی تبار در ایالت تگزاس برای تصاحب یکی از این کرسی ها به مصاف یک نماینده پرآوازه از حزب جمهوری خواه رفته. اگر پیروز شود، اولین ایرانی آمریکایی خواهد بود که به کنگره آمریکا راه می‌یابد. بهمن کلباسی از این رقابت گزارش می‌دهد. تگزاس، یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین ایالت‌های آمریکا، نزدیک نیم قرن است در کنترل حزب جمهوری خواه مانده. اگر قرار باشد این دوره طلسم بشکند، راهش از شهرهایی مثل هیوستون می‌گذرد، جایی که فعالان کاندیداها نه فقط برای جو بایدن که برای کاندیداهای مجلس نمایندگان و سنا از حزب دموکرات هم سخت در این روزهای باقی مانده تا انتخابات مشغول فعالیتند. از جمله داوطلبان کارزار انتخاباتی یک ایرانی تبار که اگر پیروز شود اولین نماینده ایرانی آمریکایی در کنگره آمریکا خواهد شد. ما اینجا جمع شدیم برای سیما لاجوردیان که کاندید مجلس امریکا هست و چون به خاطر کرونا نمیتونیم مثل قبلنا دور هم جمع بشیم، ما این آگهیش رو به اصطلاح میبریم میذاریم دم خونه های مردم بدون اینکه در بزنیم و بخوایم باشون صحبت کنیم که ایشون اینا آشنا کنیم با کسایی که باید براش رای بدن. شیوع کرونا خانم لاجوردیان، وکیل و فعال اجتماعی را که قبلاً با بیماری سرطان درگیر بوده، به تبلیغات از خانه اش محدود کرده، جایی که هر روز با شرکت در گردهمایی‌های متعدد مجازی سعی می‌کند نظر تعداد بیشتری از رای دهندگان را جلب کند. او در دوران کودکی
و بهبهه روزهای انقلاب از ایران خارج و مقیم تگزاس شد. سیما لاجوردیان در خانواده‌ای که هم پدرش هم مادر مادرش فاطمه پیرزاده نمایندگان مجلس شورای ملی دوران شاه بودند بزرگ شده. او میگوید نه سیاسی بودن خانواده‌اش که سیاست‌های دولت ترامپ خشمگینش کرده و به او انگیزه داده نامزد حزب دموکرات برای مجلس بشود. وقتی که ترامپ انتخاب شد من واقعا فکر کردم که تمام اون ایدئالایی که این کشور هستن و اون چیزایی که اجازه داده بود که من و خیلی های دیگه بتونن موفق باشن در خطره. خیلی مهمه وقتی که تمام کسای دور و برم، چون من سالهاست تو این کار هستم، به من گفتن تو میتونی بر ضد کرنشا بری و ببری و واقعا فکر کردم من نمیتونم این چالش رو قبول نکنم. واسه اینکه کرنشا همین نماینده فعلی کنگره، بله نماینده فعلی که هستش، اولی که رفتش همه فکر کردن شاید نرمال باشه، ولی واقعا از وقتی که رفته اونجا هیچ فرقی با ترامپ نداشته و من با خودم فکر کردم اگه من میتونم اینو ببرم که خواهم برد، نمیتونم این کارو نکنم. و واقعا ما رپرزنتیشن نداریم توی مجلس آمریکا، نمایندگی نداریم. من از بچگی یاد گرفتم، چون مادر بزرگم وکیل مجلس بود، که خیلی مهمه که آدم you speak out, you know, the truth and fight for people. سیما لاجوردیان همچنین مخالف فرمان ترامپ در ممنوع کردن ورود ایرانیان است و از مواضع جو بایدن برای بازگشت به دیپلماسی با ایران حمایت می کند. اعتماد به نفسش به پیروزی اما با مانع واقعیت‌های داده‌های آماری حوزه انتخابیش روبروست. رقیبش دن کرنشا از حزب جمهوری خواه همین دو سال پیش اینجا با 7% رأی بیشتر پیروز شد. به علاوه او به خاطر خدمتش در ارتش آمریکا و از دست دادن بینایی چشم راستش در انفجاری در افغانستان شهرت ملی دارد. آقای کرنشا که با چشم بند معروفش همه جا از آگهی‌های تبلیغاتی پر سر و صدا تا مناظره‌های مجازی با سیما لاجوردیان حاضر شده، میگوید اطمینان دارد این بار هم پیروز می‌شود. من احساس خطر نمی‌کنم که ممکنه ببازم. چند دوره است در تگزاس دموکرات‌ها مدعی میشن، این دفعه دیگه حتما در تگزاس برنده میشن. به پیروزی نزدیک میشن ولی باز با اختلاف کم میبازن. من فکر میکنم امسال هم همین تجربه تکرار خواهد شد. نمیخوام بگم وضعشون در تگزاس بهتر نشده. شده. نسل جوان بیشتر از گذشته دارن به دموکرات ها رأی میدن. برای همین هم من در کارزار انتخاباتیم خیلی سعی میکنم با رأی دهندگان جوان گفتگو کنم تا با برنامه های ما آشنا بشن. و این حرف خانم لاجوردی که من و ترامپ دو روی یک سکه هستیم برای اینه که میدونه تنها راه شکست دادن من همینه که بگه چون من جمهوری خواه هستم با همه حرفها و کارهای ترامپ موافقم، به جای اینکه بیان در مورد برنامه ها و وعده های خودشون حرف بزنن، چون طرحهای دموکرات ها برای کشور خیلی طرفدار نداره، برای همین تمرکز میکنن روی برانگیختن رأی ضد ترامپ. استراتژی تمرکز بر روی ضدیت بخش های از جامعه آمریکا با ترامپ به امید افزایش مشارکت آنها در انتخابات. تعداد بیشتر از معمول رأی هایی که تا اینجا در صندوق های جمع‌آوری زود هنگام آرا ریخته شده نشان از مؤثر بودن نسبی آن دارد. وقتی نظرسنجی ها حکایت از نزدیکی رقابت بین دو کاندیدا داره، پیروزی و شکست عمدتاً به میزان موفقیت اون کاندیدا در کشاندن تعداد بیشتری از حامیانشون به پای صندوق های رأی بستگی خواهد داشت. به همین جهت دسترسی آسان به محل های اخذ رأی یکی از دعواهای اصلی این دوره انتخاباته. برای مثال اینجا در شهر هیوستون و منطقه اطرافش که بیش از 4 میلیون نفر در اون زندگی میکنن، قرار بود 12 نقطه تحویل زود هنگام برگه رأی مثل این یکی وجود داشته باشه، اما فرماندار جمهوری خواه ایالت اون رو به یک محل محدود کرد که میبینیم سبب شده ترافیک سنگینی هم تشکیل بشه. دموکرات ها بلافاصله او رو متهم کردن که میخواد رأی دادن رو در منطقه‌ای که دموکرات ها طرفدارای بیشتری دارن سخت‌تر بکنه. رویارویی و محدودیتی که تا پایان آخرین روز رأی‌گیری 13 آبان
ادامه پیدا خواهد کرد و صدای خیلی از رای دهندگان را درآورده. اونهایی که مسئول این وضع هستن رو باید از سمتشون اخراج کرد. خیلی بده که تا این حد منتظر بمونی. مردم میخوان از حق رای دادنشون استفاده کنن. نباید جلوشون مانع بگذارن. بهمن کلبوسی، بی بی سی، شهر هیوستن، ایالت تگزاس. کجوان الماسی، جوان 30 ساله سنندجی که برای کار به تهران رفته بود، به گفته خانواده‌اش قربانی گلوله مستقیم نیروهای امنیتی شده. جنازه او در تهران دیروز به خانواده‌اش تحویل داده شد و شبانه در زادگاهش دفن شد. ژیار گل همکارم از لندن به ما پیوسته. ژیار، داستان‌های متفاوتی درباره کشته شدن او در تهران و شهریار مطرح شده. تو با بعضی از نزدیکان آقای الماسی تماس داشتی، دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ رانا، همین کلیپی که الان شما پخش کردید که دفن نوازی بود، در حقیقت دیشب من صحبتی که با یکی از بستگان ایشون داشتم، گفتن دیروز در تهران جنازه رو تحویل دادن و مشکلات زیادی داشتن و بالاخره موفق شدن جنازه رو تحویل بگیرن. به محض ورود جنازه به سنندج که غروب بود، یعنی شامگاه بوده، اونا رو خانواده رو مجبور کردن که ایشون رو دفن بکنن. خانواده میخواستن امروز کجوان رو دفن کنن، اما ظاهرا نیروهای امنیتی گفتن باید همین فورا ایشون رو دفن کنید. با وصف این، خب خیلی از مردم سنندج خبر داشتن که جنازه از راه تهران به طرف سنندج راه افتاده، فورا به بسا گورستان بهشت محمدی سنندج رفتن. اونجا با دفن نوازی تعدادی از مردم بهشون اجازه داده شد که داخل گورستان برن، اونجا دفنش کردن. خیلی ها، صدها نفر هم پشت میله های در اونجا منتظر موندن. همون جوری هم که گفتی رن، از سناریوهای متفاوتی درباره نحوه کشته شدن ایشون داده میشه. ابتدا گفته شد که ایشون یکی از تجمع کنندگان مقابل بیمارستان جمع بوده بعد از فوت محمد رضا شجریان. ایشون هم اونجا بوده، جز افرادی بوده که دستگیر شده، بعداً در ون نیروی انتظامی هدف گلوله قرار گرفته. اما از طرف دیگه من امروز با یکی از این بستگان صحبت کردم، گفت کجوان از پشت بهش گلوله خورده، این رو با چشم خودشون دیدن. اما حتی یکی از افرادی که با پدرش صحبت کرده بود ازش پرسیده بود که آیا واقعا در شهریار کرج، این که شایع شده که ایشون در یک مهمانی اونجا بوده و هدف گلوله قرار گرفته، آیا ایشون اونجا بوده؟ ایشون گفته من نمیتونم الان درباره این که آیا ایشون در اونجا بوده یا نه اظهار نظر کنم، بعدها صحبت خواهم کرد. به همین جهت مشخص نیست. اما خب عموی کجوان، آقای کمال الماسی که در ایران زندگی نمی‌کنه، ایشون در ویدیوی گفته خانواده تحت فشار بودن. این شخصی هم که من باهاش صحبت کردم میگفت برادرش رو به اطلاعات بردن، خانواده تحت فشار بوده که بگن این حادثه اتفاقی و تصادفی بوده که به هر حال مشکلاتی به وجود نیاره. رانا، یک بخشی از صحبت‌های عموی کجوان است، اونو با هم نگاه کنیم و بشنویم. خبر کذب، این خبر توسط فشاری که بر خانواده من ایجاد شده به خاطر اینکه جنازه کجوان رو تحویل نمیدادن، مجبورشون کردن که همچین خبری رو بهشون بدن و این خبر در داخل ایران تهیه شده و هیچ نوع اعتباری نداره. خب رانا، اشاره عموی کجوان به همون صحبتایی بوده که گفتن در شهریار در یک مهمانی بوده و حتی شایع شده بود گفتن که ایشون مست بوده، رانندگی کرده، در حقیقت کشته شده. اما همینجوری که گفتم، این شخصی که من باهاش صحبت کردم گفت جنازه رو با چشم خودم دیدم، گلوله از پشت بهش اصابت کرده، اما هنوز هیچ اظهار نظری از طرف مقام‌های امنیتی شنیده نشده. متشکرم ژیار گل.
اکبر عالمی، مستندساز، استاد دانشگاه، منتقد سینما و عضو فرهنگستان هنر و فرهنگستان زبان و ادب فارسی ایران، دیروز در اثر ابتلا به کرونا درگذشت. آقای عالمی علاوه بر آموزش چند نسل از عکاسان و سینماگران، بسیاری از ایرانیان را از طریق برنامه تلویزیونی هنر هفتم با فیلم‌های شاخص سینما آشنا کرد. پیکر اکبر عالمی فردا چهارشنبه در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده میشه. نگاهی کنیم به کارنامه حرفه او. میگم چرا در یک عالی ترین ها میگیم. ما بعضی از شخصیت ها رو داریم که اصلا خیلی قابل تکراره. او خود به روایت بسیاری از سینماگران و هنرمندان غیر قابل تکرار است. اکبر عالمی، فیلمساز، استاد دانشگاه و منتقد سینما که در سن 75 سالگی در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست داد. او تا پیش از بیماری در حال ساخت فیلم مستندی بود. آقای عالمی فارغ التحصیل سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک بود، اما در رشته های تئاتر و ادبیات هم تحصیلات آکادمیک داشت. او ساخت 10 فیلم مستند به چندین زبان را در کارنامه خود دارد. فیلم های مانند مروارید خلیج فارس و تولدی دیگر. همراه و یار آلبرت لاموریس در مستند باد صبا. That's how men have managed to tame the fire they had worshipped. But when you make use of gods, there are always drawbacks. باز مسئولان تیم تهیه فیلم مستند مشهور چهار راه تمدن دیوید فراست بود. سالها ریاست لابراتوار وزارت فرهنگ و بعد مسئولیت لابراتوار صدا و سیما را به عهده داشت. آقای عالمی در راه اندازی رشته انیمیشن در دانشگاه تربیت مدرس نقش مهمی داشت و کتاب فرهنگ جامعه انیمیشن با نظارت او نوشته شد. کتاب‌ها و مقالاتش در حوزه رنگ و نور و ترجمه‌هایش در حوزه عکاسی برای بسیاری از دانشجویان این رشته‌ها مرجع است. جدا از هنر، تاریخ ایران هم به او مدیون است. او به همراه شهریار عدل، باستانشناس، احیاگر فیلم‌های به دست آمده از کاخ گلستان بود. فیلم‌های تاریخی که نیاز به ترمیم جدی داشتند. با وجود فعالیت گسترده اکبر عالمی در پرورش سینماگران و ساخت مستند، مردم او را به خاطر اجرای حرفه‌ای این برنامه تلویزیونی می‌شناسند. سالهای بعد از جنگ، تولید برنامه هنر هفتم رویدادی بزرگ برای علاقه‌مندان به سینما و هنر بود. در زمانی که اینترنت و دسترسی به شبکه‌های بین‌المللی پخش فیلم وجود نداشت، برای بسیاری تنها دریچه به سینمای جهان بود. برنامه‌ای که جریان ساز شد و بعد از آن نسخه‌های مشابهی در شبکه‌های مختلف ساخته شد، اما شاید هیچ یک مانند هنر هفتم مورد استقبال قرار نگرفت. اکبر عالمی بسیاری را با جادوی هنر هفتم آشنا کرد، اما در نگاه او آشنایی کافی نیست و هنر با اندیشه به کمال می‌رسد. جهان هستی همه نقش است و نقش زندگی از هر نقشی دلپذیرتر. در گذرگاه حیات ما رهروان تیزپای خیالی. اکبر عالمی در حالی چهره در نقاب خاک می کشد که 75 سال زندگی او گواه تلاش بیوقفش در مسیر ارتقای هنر ایران است. بزرگمهر رفیعا، کارگردان و از همکاران اکبر عالمی از تهران روی خط تلفن با ماست. آقای رفیعا، از دنیا رفتن آقای عالمی فقدان بزرگیه برای هنر و تاریخ ایران. بله، عرض کنم بزرگی که آدم ها به یاد این شعر میندازه که دیگه هنوز کنین گریه کودک در فضا که صدای کلنگ بود کند به گوش میرسد. برای آقای اکبر عالمی واقعا به همین صورت گذشت و متاسفانه در این که عالمی
این از دانشگاه من بود از 3 سال پیش. باهاش آشنا بودم. وقتی که نمام که آدم معلم و شاگردی مثل این نیست که یک ساعت بری سر کلاس هفته یه دفعه. روز و شب با هم سر فیلم ها سر این طرف اون طرف. عالمی این فرصت براش خیلی کم بود. هنوز خیلی جا داشت. عالمی خیلی داشت که بده. میتونم بگم که خب ما تو سینما ما هنرمندان خوب و فرهیسته و برجسته داریم، کارگردان بازیگر اینا، ولی هیچه بخشای تکنیکی هم آدم های هستن برجسته که متعاطون پشت دوربینن کمتر شناخته میشن. اکثر عالمی یکی از اینا بود. اکثر عالمی به گواهی شاگرداش که الان اکثرا از بزرگای سینمای ما هستن خیلی داشت که بده. این مثلا میتونم بگم در زمان اون اوایل که مثلا سربداران، در سریال سربداران که ایشون بخش جلوه های نیجاش داشت، اگر اکثر عالمی و هنرش نبود اون سریال اون سریال نمیشد. حالا از نظر فنی و تکنیکی هرش میکنم و خیلی فیلم های دیگه که به اصطلاح از سرش گذاشت. مدت ها رئیس بخش لابراتوار وزارت ارشاد، نه این طرف انقلاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تلویزیون و کارهای پیدر بدی بود نظراتش و چقدر مفید به حال اثر. توی کارهای به اصطلاح تئوری سینما هم حتما میدونید که برنامه ای داشت اسم هنر هفتم. این برنامه که برخلاف روال معمول معمولا فیلم های میرزاست که زیاد توجه عامه را در اون زمان ها جد نمی کردن به خاطر که فیلم های دشوار و اندیشه برانگیز بودن. میدونید تماشاگر ما مدت ها یا هنوز هم زیاد به اندیشه اصلا کار نداره، به ظاهرش کار داره، به هیجانش کار داره، به تعمیرش کار داره. این برنامه هنر هفتم معمولا این فیلم ها رو میذاشت، مثلا فیلم های تارکوفسکی رو در ایران بیشتر معرفی کرد به عنوان نمونه. این برای چند سال من باش همکاری میکردم، خیلی تو برنامه هاش بودم. برای چند سال به معروف تاپ نمبر وان بود تو تلویزیون، یعنی از بسیاری از این کمدی ها و سریال ها و فلان نا که تنه عجقور میداشتن تو عامه، این برنامه برای عامه هم حتی اونطور بود. با وجود این فیلم های چیزی که نوع فیلم هایی که به بحث تحلیل میگذاشت و آدم هایی رو که میابود که تحلیل کنن. ممنونم آقای رفیع‌ها. بزرگ مهر رفیع‌ها کارگردان و از همکاران اکبر عالمی از تهران با من بودند. یاد اکبر عالمی گرامی. و اما یک خبر نسبتاً خوب. اوضاع اقتصاد جهان به اون بدی هم که فکرشو میکردیم نیست. این خلاصه یه گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول یا IMF درباره چشمانداز اقتصادی جهان است. گزارشی که پیشبینیش درباره میزان رکود اقتصادی در اکثر کشورهای جهان از جمله ایران را تعدیل کرده. طبق این گزارش IMF انتظار دارد نرخ رشد اقتصادی ایران و افغانستان امسال -5% باشد. بهرنگ تاجرین در گزارشش میگوید این نهاد بین‌المللی هشدار داده که جبران ضربه شیوع کرونا به اقتصاد شرط و شروطی دارد. وضع اقتصاد ایران هرچه باشد گل و بلبل نیست. شیوع کرونا و تحریم‌های آمریکا دست به دست هم دادند تا برای سومین سال پیاپی تولید ناخالص داخلی به جای رشد کردن کم بشود. سقوط ارزش ریال، گرانی و بیکاری هم زندگی را دشوارتر کرده.
صندوق بین المللی پول یا IMF 6 ماه پیش گفته بود انتظار دارد اقتصاد ایران امسال 6% کوچک شود، تورم 34% باشد و نرخ بیکاری 16.3%. ولی در تازه ترین گزارش این نهاد بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی ایران این پیشبینی ها کمی تعدیل شده. نرخ رشد اقتصادی به -5%، تورم به 3.5% و نرخ بیکاری به 12.2%. شیوع کرونا به اقتصاد افغانستان هم ضربه شدیدی زده و تورم را افزایش داده. IMF انتظار دارد نرخ رشد اقتصاد افغانستان در سال جاری میلادی -5% باشد، ولی در سال آینده اقتصاد این کشور 4% رشد کند تا بخش قابل توجهی از رکود امسال جبران شود. از آغاز همه‌گیری جهانی کووید 19، دولت‌های مختلف جهان همزمان با تلاش برای نجات جان مردم به سختی سعی کردند اقتصادهایشان را هم زنده نگه دارند. IMF میگوید این تدابیر تا حدی مؤثر بوده و میزان بدبینیش اندکی کمتر شده. در تازه ترین گزارش چشمانداز اقتصادی جهان، ما همچنان رکود عمیقی را برای 2020 پیش بینی کرده ایم. انتظار داریم رشد جهانی -4.4% باشد که کمی از پیش بینی ما در ماه ژوئن بهتر است. در چند ماه اخیر در خیلی از کشورهای کرونا زده دنیا مغازه ها کم کم باز شدن و مشتری ها به خیابون ها برگشتن، ولی صندوق بین المللی پول از راهی سخت و ناهموار در پیش روی اقتصاد دنیا صحبت میکنه، از اینکه حتی بدون موج دوم همه‌گیری هم ترمیم زخم های اقتصادی کووید 19 کاری سخت و زمان بر. IMF چند شرط برای رونق اقتصاد جهانی گذاشته. همکاری بین المللی برای خاتمه همه‌گیری، مخصوصاً در زمینه تست، درمان بیماران و ساخت و توزیع واکسن، جلوگیری از صدمات ماندگار به اقتصاد با حمایت مالی از کسب و کارها، کارکنانشان و افرادی که شغلشان را از دست دادند، و سرمایه گذاری روی توسعه پایدار و اقتصاد سبز و نیز بازآموزی افرادی که شغلشان را از دست دادند تا بتوانند در بخش‌هایی مثل کسب و کارهای آنلاین مشغول شوند. خیلی مانده تا این بحران تمام شود. بازار کار بیشتر دو قطبی شده و افراد با مهارت پایین و زنان ضربه شدیدتری خوردند. فقرا هم دارند فقیرتر می شوند و انتظار می رود تنها امسال 90 میلیون نفر به فقر مطلق دچار شوند. بعضی ها فکر می کردند که کرونا بین فقیر و غنی تبعیض قائل نمی شود و حتی انتظار داشتند که کشورهای ثروتمندتر ضربه شدیدتری بخورند. ولی IMF می گوید راه پیش روی فقیرترها پردست‌اندازتر است. بهرنگ تاجدین. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. فعلا شبتون خوش. مراقب هم باشید.